37. به هر حال حساسیت بازی فوق العاده بالاست. استقلال هفته متوالی رو با پیروزی پشت سر گذاشته. فولاد مبارک سپاهان شهرآورد حساس اصفهانی ها، شهرآورد زنده رود رو به سود خودش به پایان رسوند. بعد از اون هم پاس احمدیان رو شکست داد. ارسال خسرو هیدری در مقابل دروازه و گل. احمد جمشیدیان دروازه رو باز میکنه در دقیقه 38. احمد جمشیدیان نتیجه رو 1-0 میکنه. حالا من نمیدونم اگر چند درصد ورزشگاه خوشحالن، شاید بیش از 60%. خوشحالی هواداران فولاد مبارکه سپاهان از اینکه تیمشون به گل اول این مسابقه دست پیدا میکنه. فولاد مبارکه سپاهان 1 استقلال تهران 3. با هم مرور میکنیم این ضربه جمشیدیان. خوب بازی کرد در این مسابقه، در صحنه‌های حساس حضور داشت جمشیدیان. احمد جمشیدیان که از روی نقطه کورنر انجام شد یه دفعه ناقص، توپی که به جمشیدیان رسید. اونجا هیچ مدافعی از استقلال مزاحمت ایجاد نکرد تا بدین ترتیب توپ در درون دروازه قرار بگیره. امیرآبادی هم مثل طالبلو فقط ایستاد و صحنه رو نگاه کرد و توپی که در چارچوب دروازه قرار گرفت. با این گل بازی جذابتری رو میتونیم شاهد باشیم. یانوش احساس ناراحتی میکنه از زاویه پشت دروازه. با هم یک بار دیگه میبینیم. من میبینم در کنار زمین آماده است تا به زمین مسابقه بیاد. یه توپ بلند، بنگر توپ رو برمیگردونه. در این سمت مجیدی هر لحظه میتونه کار خودش رو انجام بده. مجیدی هوار داخل محوطه جریمه، یه ارسال، فرصت برای استقلال و توی دروازه گل برای استقلال. استقلال بازی رو به تساوی میکشونه. همه چیز عوض میشه. چه کسی هم گل میزنه؟ سید مهدی سید صالحی در آخرین لحظه. خب زباهر هم اونجا گل زده. چه خبره در لیگ برتر فوتبال ایران؟ در حالی که ورزشگاه فولادشهر خوشحالی هواداران استقلال رو به همراه داره، زباهر هم گل بعدی خودش رو زده. پرویز مظلومی حالا از یه شکست بیرون از خانه فرار میکنه، اون هم در مقابل سپاهان. سید صالحی به تیم سابق خودش گل میزنه. هوار مولا محمد به هر حال مسمر ثمر ظاهر شد و این ضربه سر سید صالحی در مساف با خسرو حیدری. 1-1 مساوی میشه بازی. باز هم با هم میبینیم این لحظات پایانی